درود و هزار درود به برادر عزیزمون آقای مهدی عبدالشمسی. درود بر شما. چاکر شما. ما مخلصیم علی آقا. افتخاری برای من که با شما صحبت می‌کنم. بله شریف، درسته که این نسل متاسفانه در دوران یکی از پرترین رژیم‌های دنیای معاصر است، اما بسیار جای خوشبختی که در دوران هستیم که چنین مقاومتی با این عظمت و فدای دیگران چشمهای جهانیان را به واقع خیره کرد و چه پیچهای بزرگی را گذراندیم. هر کدام میتوانیم سازمانهای بزرگی را از بین ببرد، اما این مقاومت با رهبری اصطلاح آن توانست با تمام بلاهایی که بر سرشان آوردن چنین سرفراز بیرون بیاید. من یادمه که یه زمانی برنامه اولین تلویزیونی که توی ایتالیا پخش شد یه برنامه یک ساعته بود که شما قول میدادید میدادید به ما با یه تلویزیون خصوصی میدادید و در حد همین شهر روم میگرد. چقدر تماشاگری داشت، اولین تلویزیون ایرانی بود. ولی امروز این عظمت و این واقعا باعث افتخار بزرگی و باور کنید که در این روزها برای ما هواداران که در خارج از ایران این زیباترین وطن هستیم روزهای مهمی بوده، چرا که وقتی در تاسر ایران کارگران، معلمان، بخشار مختلف مردم ستم کشیده با این اختناق مطلب چنین اعتراض می کند، می باید صدای آنها بود. این وظیفه را نیروهای مقاومت به درستی انجام می دهند و برای استقلال خود دست به سوی هموطنان عزیز اعتراض می کند. پس وظیفه ما هم کمک رساندن به این صدای راستی که تنها صدای مستقل و اینو ما هوادارا با پوست و سخون لمس کردیم که از ذره ذره به قول خودتون آیا بشن که با سوزن کوه کندن. برحال بعد این مدت البته خانواده من دخترم سبا برای خودشون یه گروهی از در کار منونای کمک هایی جمع کردن، اما خود من هم از طرف دکتر کازم خسرو 5,000 یورو و فعلا با دستبستگی خودم که امیدوارم قبول بشه 500 یورو کمک میکنیم و این دو سه روز رو به شما قول میدم بیشتر فعال بشم و تا بتونم بیشتر کمک های خودم رو برسونم. و همیشه گفتن جایی که استقلال مالی استقلال سیاسی هم هست و هیچ کس نمیتونه روی مقاومت سباشه و این مقاومت فقط تکیگاه مردمش و هوادارانه. خسته نباشید، قربان تک تک شما و دست در کاران این سیمای آزادی که واقع نقطه امید تمامی مردم ستم کشیده است. با شما عزیزان خدافظی. خداحافظ برادر عزیزم علی، واقعا خدا نگهدار شما باشه و واقعا دست مریضات به خاطر همه تلاشاتون. اول تا یادم نرفته از شما خودتون، دخترتون و دکتر خسرو تشکر کنم به خاطر این کمک ارزشمند و واقعا چقدر زیبا گفتین، حق با شماست. اگر دولت‌هایی بودند که حتی سازمان‌های بزرگ و دولت‌ها در معرض این همه فشار قرار می‌گرفتند تا حالا چندین بار از بین رفته بودند، ولی این مقاومت به یمن ایستادگی تک تک اعضایش و رهبری زیصلاح و پاکبازی که داشته تونسته بایسته و به این نقطه که میبینیم برسه. و البته همونطور که شما هم گفتین این کمک ها نقش خودش رو داشته و داره در اینکه مقاومت ما مستقل سراپا و واقعا همراه با افتخار به راه و کار خودش ادامه بده. در هر حال خیلی 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 خوشحال شدم که علی جان گفتین که میخواین تلاشاتون رو برای جمع‌آوری بیشتر
همیاری در همین روزها که باقی مونده و ساعتها، واقعا از دقایقش استفاده کنین خودتون و به همه دوستانمون در ایتالیا هم توصیه کنید که این کار رو و این روش رو ادامه بدن، تا اینکه ما بیشتر و بیشتر در این شرایط حساس بتونیم سیمای آزادی رو همیاری کنیم. موفق باشین. منم خیلی تشکر میکنم، هم از طرف خودم هم به نمایندگی از طرف دستاندرکاران سیمای آزادی از برادرمون علی، و همینطور تشکر میکنم از دکتر خسرو و سبای عزیز اگر اشتباه نکنم. درسته، دخترش. بله، خیلی تشکر میکنم.